و اما میهمان امشب برنامه دریچه‌های روبرو یک خانم پزشک و هنرمند هست و جالبی این کار اینست که ایشون از 5 سالگی از ایران بیرون بودن، در اروپا بزرگ شدن و زبان فارسی رو صحبت میکنن. شما اگر یک وقت واژه‌ای رو ببینید که کاملاً با زبان فارسی قاطی میشه، این رو خورده بر ما نگیرید و این استعداد و پشتکار و علاقه ایشون هست که فارسی رو با اینکه در بیرون بوده یاد گرفته به خوبی و صحبت میکنه. ایشون روزنامه نگارن، نقاشن، انیمیتور هستند، پزشک هستند و خیلی چیزهای دیگه، حتی شمشیر باز هم هستند. حالا اجازه بدید که با خود مهمان صحبتی بکنیم، خانم آویده، دکتر آویده مطمئن‌فر. آویده جان خیلی خوش آمدید به برنامه دریچه‌های روبرو. خیلی ممنون از اینکه من رو دعوت کردین به برنامه‌تون و درود میفرستم به شما و مخاطبان برنامه‌تون. بله، من برام اونیست که خیلی جالبه اینیست که از 5 سالگی از ایران اومدید بیرون، در اروپا بزرگ شدید، بعد آمدید به کانادا، بعد دوباره رفتید به اروپا، بعد برگشتید کانادا رو به عنوان کشوری که دیگه درش میخواید زندگی بکنید، سالها در اینجا هستید. و چیز جالب برای من این هستش که در تمام کارهای هنری شرکت بکنی، مربوط به کامیونیتی خودمون، مربوط به ایرانی ها. این عشق و علاقت به فرهنگ ماست. رادیو کوچه داری، در کارهای تئاتر و سینما و عرض کنم روزنامه نگاری، همه اینا فعالیت میکنی. این خیلی جالبه. آیا این کارها رو وقتی آمدی کانادا شروع کردی یا نه از دوران دبستان و دبیرستان هم در اروپا این کارهای هنری رو غیر از حرفت که پزشک هستی اینها رو در اونجا هم انجام میدادی؟ بله، من یه جورایی همیشه این فعالیت ها رو انجام دادم. چیز جدیدی نیستش که به تازگی اتفاق افتاده باشه، ولی در هر حال در یک زمانی در زندگی باید انتخاب میکردم که چه درسی بخونم و چه راهی رو پیش ببرم در زندگی و اون موقع انتخاب کردم که پزشک بشم، ولی بعد از اینکه درس پزشکیم تموم شد و تخصصم تموم شد در اروپا در بلژیک، به این نتیجه رسیدم که کارهای هنری کمی در زندگیم گم شده بود، چون تجربه روزنامه نگاری و نقاشی و تئاتر من به زمان دبیرستان برمیگرده که اون موقع در مدرسه این فعالیت ها رو داشتم، ولی خب در سطح حرفه‌ای نبود. بله. ولی در سطح هابی که انجام میدادم بود. ولی در یک زمانی از زندگی وقتی که همه چیز رو، همه کارهایی که آدم دوست داشته رو انجام داده، به این نتیجه میرسه که خب الان یه چیزی ممکنه کم باشه تو زندگی من و خوشبختانه اون موقع من تونستم وقتم رو طوری تنظیم بکنم که در بلژیک با یک نقاش فرانسوی کلاس نقاشی میگرفتم یک روز در هفته و وقتی که تصمیم گرفتیم به کانادا بیایم برای کار همسرم، چون اون موقع اقامت ما در اینجا قرار نبود مداوم باشه، من دیگه گفتم که دردسر مطب داشتن و کار پزشکی کردن لازم شاید نباشه برای چند سال، ولی خب چون حوصله‌ام سر رفته بود از بیکاری در کانادا به آرت اینستیتوت آف تورنتو رفتم و دلم میخواست که نقاشی و انیمیشن و اصولا هنر رو میخواستم به طرز اکادمیک یاد بگیرم و چون به سینما، به عکاسی، به نقاشی و به همه اینا علاقه داشتم و هنرپیشه‌ای، در واقع فکر کردم که انیمیشن رشته‌ای بود که میتونست همه این چرا در بر داشت همه رو در بر بگیره و
به این علت درس انیمیشن رو شروع کردم در کانادا. در تورنتو که در سال 2005 فارغ التحصیل شدم از اونجا و در همون مدرسه ای که درس خونده بودم به عنوان معلم نقاشی استخدام شدم برای مدتی تا زمانی که تصمیم گرفتیم که کانادا رو ترک بکنیم به مقصد بلژیک دوباره. و وقتی که بلژیک بودیم خب من به فعالیت‌های پزشکی استئوپاتی خودم برگشتم. من اینجا یه سوالی بکنم، ممکنه یادم بره، این استئوپاتی چی هست؟ استئوپاتی در واقع یک پزشکی کامل هست ولی با درمان بدون دارو. ما سعی می‌کنیم که در واقع پزشکی آلوپاتیک، پزشکی که همه باهاش آشنا هستن، در واقع پزشکی تضادها هستش. یعنی وقتی که شما اگر سرتون درد میکنه بهتون داروی میدن که ضد اون سردرد باشه، ولی استئوپاتی در واقع پزشکی هستش که سعی میکنه سازگاری ها رو ایجاد بکنه. من برای اینکه بینندگانم این توضیحی که شما دارید میدید کاملا روشن‌تر باشه، این نه انرژی درمانیه، نه داروی گیاهیه، نه مدیتیشنه. نه خیر، این استئوپاتی بله می‌خواستم در واقع اگر در کانتکستش قرارش بدیم، در سالهای 120 سال پیش در امریکا شروع شده در حالی که جنگ داخلی بوده و دارو نداشتن برای معالجه کردن مردم. و دکتر استیل که پدر استئوپاتی هستش در واقع سعی کرده بود که کسانی رو که بتونه با تکنیک هایی که به وجود آورده بود برای به دست برای اکتیو کردن پتانسیل خود بدن که خودش رو معالجه بکنه. و خب ما به عنوان استئوپات از تکنیک هایی مثل انرژی درمانی استفاده میکنیم، ولی در واقع همه کاری که میکنیم فقط اون تکنیک ها نیستن. حالا برگردیم بیایم به کارهای هنریت که بیشتر مناسب این برنامه ما هست تا در یه شرایطی در یک جایی بنشینیم بیشتر راجع به اون حرفه پزشکتون صحبت بکنیم. امیدوارم شما روزنامه نگارید؟ بله. نوشتاری هستید یا غیر از فقط با رادیو کوچه کار میکنید؟ در واقع من در رادیو کوچه کار میکنم، ولی یعنی رادیو کوچه در کانادا شما هستید که مسائلشو میفرستید براش، اخبار و اتفاقات؟ بله، تا به حال من یک برنامه پزشکی دارم هر جمعه ها در رادیو کوچه و رو اینترنت میگیره؟ بله، رادیو اینترنتی هستش و از مالزی پخش میشه و برنامه کوچه سلامتی از برنامه پزشکی من هر هفته و گزارش هایی رام از تورنتو که خب شهر اقامت من هستش تهیه میکنم و گاهی هم در برنامه روبرو مصاحبه هایی دارم با شخصیت های با هنرمندان، با شخصیت های سیاسی. به طور مثال با آقای بنی صدر دوبار مصاحبه داشتم در برنامه روبرو. و این فعالیتی هستش که من با رادیو کوچه انجام میدم. من میبینم که در کارهای نمایشنامه و تئاتر رو این چیزا هم در کامیونیتی فعالی. اینا برمیگرده به همون دوران تینیجری و نوجوانیت که شروع کرده بودی، اینجا هم داری ادامه میدی؟ بله، من همیشه همونطور که گفتم یکی از دلایلی که انیمیشن هم خوندم این بود که بتونم یه جورایی هنرپیشگی و تئاتر رو ادامه بدم، برای اینکه خب اون موقع خودتون مسئول هنرپیشه بودن اون کاراکتری هستین که میسازین. و بنابراین سعی کردم که فعالیت‌های تئاتری هم داشته باشم که خوشبختانه با کمک خانم گلوریا یزدانی در نمایش سلامه هم صدای من شرکت کردم. بله، که نمایش خیلی موفقی هم بود. بله، گلوریا هم خیلی زحمت میکشه تو تا حالا دو تا کار اینجا ازش دیدیم، چون که سالها بود بین کارش وقفه بود، دوباره برگشت به تورنتو. روی کارهای نقاشی نمایشگاهی هم هیچ وقت گذاشتی؟
از نظر نقاشی نمایشگاه در بلژیک داشتم و اصولاً چندین نفر در بلژیک هستند که کارهای من رو خریداری میکنن چون سبکم رو دوست دارن و گاهی اوقات حتی هنوز نقاشیم خشک نشده و واقعا خودم دلم میسوزه که بخوام ازشون جدا بشم، ولی خوشبختانه دوستان و فامیل من هستن که هنوز میتونم نقاشی خودم رو حتی وقتی که خریداری میشن بعدا در خونه هاشون ببینم. اینه که این خیلی یه چیز مثبتی هستش برای من. حالا ببینید، حرفه اصلی شما یک پزشک، کارهای دیگری که در کامیونیتی ایرانیان دارین میکنین و خیلی هم فعال هستید، روزنامه نگاری میکنید، نقاشی میکنید، در تئاتر هستید، انیمیشن کار میکنید، همه اینها. حالا اگر اون حرفه جدا رو ما بذاریم کنار، پزشکی شما، بین اینها شما خودت رو کی میدونی؟ چون که شمشیرباز هم هستی. خیلی سخته برای من گفتن اینکه خودم رو چه کسی میدونم، برای اینکه من نه چه کدوم یکی از اینا رو بیشتر روش تمرکز میکنید؟ منظور من اینه، تمرکز بیشترم روی روزنامه نگاری هستش در حال حاضر، چون خیلی به من کمک کرد که فارسی بهتر بشه و فکر میکنم که از نظر اثرگذاری در جامعه فکر میکنم میتونم کمک بیشتری در این راه انجام بدم برای ایران و برای ایرانیان هر جایی که باشن، ولی مخصوصا برای ایران، برای اینکه من فکر میکنم که به ما اجازه نداده شده به ما اجازه داده نشده که به کشورمون خدمت بکنیم. و به نظر من روزنامه نگاری و همکاری با رادیو کوچه در حال حاضر خدمتیه که من میتونستم به کشورم بکنم، ولی متاسفانه تا حالا نتونسته بودم انجام بدم، ولی این احساس خوبی به من میده که بتونم کاری برای ایرانی ها و ایران انجام بدم. آفرین بر شما خانم حمیده. ببین، من میدونم که به چند زبان تسلط کامل داری، انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی و و اینا رو من میدونم. حالا که زبان فارسی رو یاد گرفتی چه احساسی داری؟ چی تا کجا میخوای بری؟ یعنی تصمیم داری که بری کامل کنی یا همین برات کافیه؟ بله، حتما دوست دارم که خیلی مسلط‌تر باشم به فارسی و با تمام دوستان ایرانی که اینجا دارم سعی میکنم همیشه فارسی صحبت بکنم، حتی اگر بعضی اوقات سخت باشه، ولی ترجیح میدم که از این موقعیت استفاده بکنم، چون در بلژیک ایرانی زیاد نبود و کسانی هم که بودن مثل خود من از بچگی اونجا بزرگ شده بودن و بیشتر به فرانسه تسلط داشتن، اینکه زیاد و در این اینکه فارسی من خوب نبوده به خاطر این بوده که نه خیلی هم خوبه فارسیتون. مرسی. فارسیتون بسیار هم خوبه و من چقدر خوشحالم وقتی با کسی نشستم دارم مصاحبه میکنم که هنرش رو میشناسم و اینقدر علاقه داره به وطنش، به زبان مادریش، با اینکه از بچگی بیرون بوده و بعضی وقتا متاسف میشه آدم میبینه که حتی با بچه ها در اینجا فارسی صحبت نمیکنن بعضی از والدین، که بعد ها متوجه میشن که چیز نیست. هیچ وقت برای ایران دل تنگ شده؟ خیلی خیلی دلم میخواد ایران رو ببینم. بله، یعنی من که امیدوارم به زودی هممون ایران رو میبینیم. بله، منم خیلی همیشه امیدوار بودم و امیدوار میمونم و خیلی دلم میخواد که فامیلی که در ایران هستن رو ببینم، چون نتونستم ببینمشون بعضیا رو و خود کشور و چیزی که هست ماست. یعنی برای من خیلی مهمه که بتونم اونجایی که چشم به جهان گشودم رو دوباره ببینم و این در واقع حقیه که از ما گرفته شده و امیدوارم که بتونیم این حق رو پس بگیریم. حق هم گرفتنی است، ما باید خودمون پس بگیریم. دقیقاً. کسی نمیاد به ما میده. دقیقاً. و با همین کارهایی که نظیر شما میکنن هنوز سالها از ایران بیرونن و باز برای ایران تلاش میکنن، برای آزادیش، برای دموکراسیش،
و برای بهتر زندگی کردن اون مردم درون کشورمون این قابل ستایشه و واقعا من که امیدوارم به زودی با این امید زنده هم. بله که برگردیم و هموطنانمون در اونجا شاید حالا یه دونه به عنوان سوال آخر شمشیربازی چطور شد که رفتی یارت خودش یک ورزشه و ورزش هم یک هنره و این رو در مراحلی میری در مسابقاتی تدریس میکنی یا هنو داری دوره میبینی؟ والا شمشیربازی رو من چندین سال پیش شروع کردم وقتی که خیلی جوانتر بودم و از همیشه شمشیربازی رو دوست داشتم و به نظر من شمشیربازی فقط یک ورزش فیزیکی نیست و یک ورزش فکری هم هست و در واقع من همیشه میگم که شمشیربازی مثل شطرنج بازی کردن هست ولی با یک متر فولاد در دست و در واقع هم همینطور هست، یعنی فقط در شمشیربازی فقط روی قدرت فیزیکی خودتون تمرکز ندارین و باید سریع بتونین، باید یه جورایی بتونین که به مخاطبتون نفر مقابل یک ضربه ای بزنین که یعنی کوچکترین فرصت رو باید استفاده کرد. باید استفاده کرد و این فکر کنم حالا که شمشیرتون نیوردید تو استودیو. عرض کنم حضورتون آوید عزیزم من خیلی خوشحالم که به برنامه دریچه‌های روبرو آمدی و واقعا من به شخص خودم تشکر میکنم از اینکه برای این کامیونیتی، برای زبانت، برای فرهنگت تلاش میکنی، روزنامه نگاری میکنی، با بچه ها کارهای نقاشی، انیمیشن و کارهای دیگه یاد میدی. از اون طرف که پزشکی برای بهبود سلامتی، حالا بعدا یادتون میشه برای این شونه من یه فکر کارهایی میکنی. برات اگر سوالی داری، اگر چیزی هست که میخوای بگی من یادم رفته بپرسم، من در خدمت شما هستم. و الا که تشکر میکنم از اینکه به برنامه دریچه‌های روبرو آمدی. خیلی ممنون از شما، ممنون از اینکه من رو دعوت کردین و همچنین از ممنون از اینکه با از طریق در برنامه دریچه‌های روبرو شما سعی میکنین که هنرمندهای جوان و شاعرها و اصولا کسانی که در برای فرهنگ ایرانی زحمت میکشن رو معرفی بکنین و خیلی مثبت هستش فکر میکنم و من از شما تشکر میکنم به خاطر این کار برای کامیونیتی ایرانی و خیلی ممنون از اینکه من رو پذیرفتید اینجا. روز شما خوش. روز شما بخیر. مرسی. رستوران سورنتو پیتزا زغالی مخصوص، نان تنوری و انواع غذاهای ایرانی. آماده پذیرایی از شما و مهمانان گرامیتان در رستوران و محل کار و زندگی شما. تلفن تماس 416-447-3590. مینو درخشان، مشاور آشنا و قابل اطمینان در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری و کارشناسی با تجربه در امر سرمایه گذاری. تلفن تماس 416-302-8181.
بشه.